سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با درمان افسردگی و اختلالات دو قطبی با شما صحبت بکنم اگه فایل های قبلی اختلالات خلقی رو شنیده باشید حتما به یاد دارید که بهتون گفتم درمان های مدون برای افسردگی و اختلالات دو قطبی یا همون اختلالات خلقی به سه بخش درمانهای بیولوژیک یا درمانهای نورولوژیک و درمانهای روانشناختی و درمانهای اجتماعی تقسیم میشه که در این فایل میخوام در رابطه با درمانهای بیولوژیک یا نورولوژیک با شما صحبت بکنم. خب درمان های بیولوژیک و نورولوژیک به دو بخش اصلی دارودرمانی و تحریک مغزی تقسیم میشن بریم سراغ دارودرمانی افسردگی اغلب به نقص یا عدم تعادل در نوروترانسمیترهای دوپامین، سروتونین و نوراپینفرین ربط داره و در پنجاه سال گذشته انواع داروها اختراع شده تا این عدم تعادل ها رو کنترل بکنه و با سمتومهای های افسردگی مقابله بکنه چهار نوع داروی اصلی ضد افسردگی عبارتند از یک داروهای سه حلقه یا تی سی ای ها مثل ایمی پرامین که با مارک تجاری توفرانی موجوده یا آمیتریپتلین که با مارک تجاری الاویل یا اندپ در بازار موجوده یا دسیپرامین که با مارک تجاری نورپرامین میتونه یافت بشه و نورتریپتیلین که با مارک تجاری اونتیل یا پاملور در بازار پیدا میشه این داروها برای تسکین سمتوم های بیولوژیک مثل کاهش اشتها و بیخوابی مؤثرترن دومین دو دسته از داروها بازدارنده های مونو آمین اکسیداز یا ام ها هستند. مثل فنلزین که با مارک تجاری ناردیل موجوده و یا ترانیل سیپرومین که با مارک تجاری پارانیت یا پارنیت موجوده این داروها ظاهرا از طریق ممانعت از فعالیت آنزیمی به نام مونوامین اکسیداز موثر واقع میشه دسته سوم بازدارنده های انتخابی بازجذب سروتونین یا SSRI ها هستند مثل فلوکستین که با مارک تجاری پروزاک موجوده یا سرترالین که با مارکت تجاری زولوفت یا لوسترال موجوده یا فلووکسامین که با مارک تجاری لووکس در بازار پیدا میشه یا پاروکستین که با مارک تجاری پاکسیل موجوده یا ترازودون که با مارک تجاری دسیرل در بازار میتونین پیداش بکنید یا سیتالوپرام که با مارک تجاری سلکسا در بازار موجوده و یا بوپروپیون که با مارک تجاری ولبوترین موجوده دسته چهارم بازدارنده های بازجذب انتخابی سروتونین و نوراپینفرین یا SNRI ها هستند. مثل دولوکستین که با مارک تجاری سیمبالتا میتونید پیداش بکنید یا ونلافاکسین که با مارک تجاری افکسور موجوده و یا دز ونلا که با مارک تجاری پریستیک در بازار موجوده داروهای نوع 1، دو و 4 هم سطح سروتونین و هم سطح نوراپی نفرین مغز رو افزایش میدن ولی SSRI ها فقط سروتونین رو انتخاب میکنن و اجازه نمیدن که نورون های پری سیناپتیک اونها رو دوباره جذب کنن به این ترتیب سطح سروتونین در سیناپس رو افزایش میدن همه این داروها انتقال نوروترانسمیترها بین نورون ها رو تسهیل می کنن. مطالعات نشون میده که افراد افسرده که این داروها رو دریافت می کنن در مقایسه با افراد گروه دارونما حالشون بهتر میشه. حدود 60 تا 65 درصد کسایی که داروهای سه حلقه ای میخورن و حدود 50 درصد کسانی که از MAOI ها استفاده میکنن بهبود نشون میدن هرچند داروها نسبتا مفید واقع میشه چند نوع عوارض جانبی فیزیکی و روانی مهمم دارن یکی از مزایاهای SSRI ها رو در مقایسه با داروهای سهلقی و MAOA ها در این میدونیم که عوارض جانبی اونها کم و احتمال اووردوز شدن اونها کمتره و به همین دلیل پرطرفدارتر از سایر داروهای آنتی دپرسانت هستند اما SSRI ها مثل فلوکسیتین دو هفته طول میکشه تا در سمتوم ها اثر گذار باشن تقریبا همزمان با داروهای سه حلقه و عوارض جانبی مخصوص به خودشونو دارن مثل سردرد، اختلال در معده و اختلال در روابط جنسی همچنین در مورد اثر SSRI ها مثل پروزاک در افزایش احتمال خودکشی بحث های زیادی در جریانه فرا تحلیل های جدید نشون داده که استفاده از SSRI ها خطر خودخوشی رو افزایش میده ولی تأثیر SSRI ها در درمان افسردگی هم بسیار زیاده و باید بین این دو تعادل برقرار بشه به رغم همه یارزه های جانبی منفی داروهای ضد افسردگی واقعا مؤثرن و در اکثر موارد از شدت سمتوم ها کاهش میدن حدود نیمی از افرادی که اونا رو مصرف میکنن به سرعت از شدت سمتوم هاشون کم میشه این داروها نه تنها از شدت افسردگی عمده میکاهن بلکه به درمان افسردگی های طولانی مدت مثل اختلال افسردگی دائم یا دیستیمیا هم کمک میکنن اما یکی از مشکلات اینه که وقتی درمان دارویی متوقف میشه افسردگی معمولا اود میکنه و درمان مؤثرتر اینه که دارو درمانی با نوع دیگه از روان درمانی حتما ترکیب بشه یک داروی پرطرفدار دیگه اسمش کربونات لیتیومه حدود 80 درصد کسایی که اختلال دو قطبی دارن و لیتیوم مصرف میکنن از اون بهره میبرن و این دارو میتونه هم از سمتوم های اپیزود افسردگی عمده و هم از سمتوم های اپیزود مانیا کاهش بده در مورد اینکه لیتیوم چجوری میتونه از سمتوم های افسردگی کم کنه اختلاف نظر وجود داره اعتقاد اولیه این بود که لیتیوم فعالیت یونهای سودیوم و پوتاسیوم در قشای نورونها رو تثبیت میکنه و عدم صبات این یونهاست که باعث ظهور سمتومهای اختلال دو قطبی میشه بعضی محققان عقیده دارن که لیتیوم فعالیت سیناپسی نورونها رو طوری تغییر میده که به نورو ترانسمیترها کمک بشه تا به نورونهای گیرنده بچسبن و به این ترتیب به انتقال نورونی کمک کنن اخیرا هم گفته شده که لیتیوم با اثرگذاری در ژنها انتقال نورونی رو کنترل و تسهیل میکنه اکثر کسانی که از لیتیوم استفاده میکنن توصیه میشه که استفاده از اون رو همیشه ادامه بدن چون توقف استفاده ممکنه باعث بازگشت اختلال بشه علاوه بر اون اشکال دیگه لیتیوم اینه که تجویز مقدار یا دوز مناسب برای تک تک درمانجویان بسیار دشوار لیتیوم یک ماده سمی و دوز موثر برای بهبود سمتوم های افسردگی اغلب نزدیک به مرز سمیه در نتیجه مقدار زیاد اون ممکنه هالوسینیشن و تشنج به همراه بیاره و در موارد نادر منجر به مرگ بشه به خاطر همین تجویز این دارو حتما نیازمند یک متخصصیه که هم به دانش کافی در رابطه با داروها آگاهی داشته باشه و همین که آزمایشات و بررسیهای بالینی دقیقی رو به عمل بیاره خب در انتها بذارید عوارض جانبی داروهای افسردگی یا اختلالات دو قطبی رو هم براتون اعلام بکنم داروهای سهلقی طبقه داروهای سهلقی عوارض جانبیشون عبارتند از بینایی نوازه یا تار و مبهم دیدن اضطراب خستگی مفرد خشکی دهان افزایش احتمال حمله قلبی و سکته مغزی یوبوسد، ناراحتی معده کاهش فشار خون اختلالات جنسی و افزایش وزن بازدارنده های آمین اکسیداز یا همون M.A.O.I. ها عوارض جانبیشون عبارتند از افزایش فشار خون، خشکی دهان، سرگیجه، سردرد و حالت تهوع. و دسته بازدارنده های باز انتخابی باز انتخابی سروتونین یا SSRI ها عوارض جانبی از قبیل استراب، خسیگی مفرد، اختلال در معده، سردرد، سرگیجه و اختلال خواب دارند. و در نهایت لیتیوم هم دارای عوارض جانبی از قبیل آریتمی قلبی، خستگی مفرد، دید نوازه، لرزش دست و سایر اندام ها، احتمال هالوسینیشن یا توهم، تشنج و مرگ در صورت زیاد شدن مقدار لیتیوم و مناسب نبودن دوز مصرفی در انتها باید یادتون باشه که دارو درمانی یک امر تخصصیه و به هیچ وجه نباید فردی سرخود بیاد دارو مصرف بکنه و حتما باید با یک متخصص در رابطه با دارویی که میخواد بخوره مشورت بکنه و با توجه به نظر متخصص دارو رو مصرف کم زیاد و یا قطع بکنه و یادتون باشه که هنر یک روانپزشک، رواندرمانگر یا متخصص بیماری های روان در تجویز بهترین دارو برای فرد با توجه به علائم نشانه ها و هدف درمانی پس به هیچ وجه بدون مشورت متخصص دارو مصرف نکنید خب اولین دسته درمانهای بیولوژیک نورولوژیک یا نوروبیولوژیک که دارو درمانی بود رو براتون توضیح دادم در فایل بعد به دسته دوم درمانهای نوروبیولوژیک یا بیولوژیک که همون تحریک مغزی باشه میپردازم